بسم الله الرحمن الرحیم. در دو دنیا سربلندم از دعایت ای پدر، من سربازی وطنم از دعایت ای پدر. یک قدم از گفتهات بیرون نماندم پای خود، مبارز و جانفیدای وطنم از دعایت ای پدر. السلام علیکم هموطنان عزیز، چگونه که آگاه هستید، همیشه از طرف حکومت مردم آزار رحمانوف بالای خانواده و نزدیکان مبارزان و آزادی خواهان فشارهای بودند و تا حالی هستند. همچنان بالای خانواده ما، بالای پدری من فشارها آوردند و او را مجبور کردند و برزید مبارزان و آزادی خواهان سخن کنانیدند. اجازت فرمایید که در این لحظه من پیغام به پدرم و به نزدیکان و خویشاوندان مظلوم همه مبارزان و آزادی خواهان داشته باشم. سلام بر شما پدر جان. من همچون فرزند تربیه گرفته شما نهایت سپاسگزاری را میکنم که مرا در روحیه وطن دوستی و انسان دوستی تربیه نموده میهن پرور به وای رسانیده، و مطمئن باشد که من هم در آینده برای فرزندان خود از آن حکمت ها و پند های والای شما می آموزانم. و من نهایت افتخار میکنم که شما همه حیات خود را بحر خدمت به خلق و وطن بخشیده، بحر سالمی جامعه سهم بزرگ گذاشته، و من امیدوارم که مردم هم خدمت های شما را قدردانی میکنم. مگرم یک عده از حیوان صفتان و حیوان سیرتان حکومت جنایتکار کنونی که عملهای پست و رذیلانه را نسبت شما روا دیدند و شما را به سیاست ناسالم خودشان استفاده کردند. ولی من شما را امروز آشکارا میگویم که بله، من اعضای و فعال حرکت سیاسی گروه 24 هستم و مقصد و هدف ما این شکستن حکومت ضد مردمی و ضد خدایی رحمانوف و بنیاد یک حکومت مردمی و مردم دوست و دموکراسی حقیقی در جامعه است. و ما دیری نگذشته در یک جایگی با مردم به هدفمان میرسیم و آن وقت شما نیز از ما افتخار خواهید کرد. و من پیش شما وعده میدهم که هیچگاه به عمل دست نمیزنم که باعث سرخمی شما گردد، و این راهی که من با تصمیم نهایی و قرار قطعی خود انتخاب نمودم یگانه راهی است که همه پیامبران، صالحان، انبیا در این راه قربان شدند و همین راه را انتخاب کرده بودند و همیشه بر ضد ظالم، دیکتاتور و طاغوت دور و زمان خود مبارزه بردند و مردم را دعوت کردند، آگاه ساختند. و بنابر همین بسیار یک انسان بی‌ناموس، بی‌وجدان، بی‌شرف و بی‌ایمان بودن لازم است که از این راه برگردد، و من از این راه اصلا بر نمی‌گردم. بله، من میدونم که برای شما دشوار است در اسارت بودن در دست دشمن، ولی من از این راه هم بر نمیگردم و تا آخر مبارزه میبرم. بالای شما امتحان پروردگار است، بالای ما هم یک سنجش در زندگی است. پروردگار فقط بندگان خاصش را در این راه، در این راه ویژه اختیار میکند، چون که این راه نعمتی است که انسان را از تمام بند و ترس آزاد میکند، و در همین صورت ترس انسان تنها از پروردگار میشود و لذت و شیرینی ایمان را احساس میکند. حضرت یعقوب علیه السلام که در حضرت فرزندش یوسف گفته بود فصبر جمیل، همچنان صبر زیبا را از پروردگار به شما خواهانم. و همچنان که یوسف گمگشته در نهایت پادشاه مصر شده بود، دلپور باشد که ما هم به هدفمان میرسیم. با امید سربلندی و خوشبختی، ظفر و کامیابی، تا
دیدار پدری بزرگوار. و اینجا میخواهم که یک چند نقطه های را برای ظالمان و سگان رحمانوف گفته گذارم و آن مخلوقان ناچیز و بیطرف و بیشرف من گفتنی هستم که انا اکنون دیدت چیکار کرده، به چی نایل گشته. آن خدمت شمایی که برای پیشوایتان میکنید در اصل جز خدمت خیرسانه چیزی دیگری نیست. او خدمت برای من کرده، خدمت برای من شد که این عقیده و این ایده و این مفکوره ای من انکشاف یافت و دوچند قوی گشت و من احساس و من مطمئن شدم که شما ظلم شما هرگز خاتمه نمییابد. شما رحم نمیکنید به پیران سالان باشد، به هیچ کس باشد. بیا برگرد، من بر نمیگردم. مثل پروانه بگردم شام و سحر در گرد شام، هیچ باکی هم ندارد گر بسوخت بال و پرم. این وطن برای ما همچون یک شام هست و ما پروانه هستیم که گرد شام میگردیم و ما عاشق انا همین وطن هستیم. ما هیچ باکی هم ندارد که شما ما را خائن اعلام میکنید، شما ما را تروریست اعلام میکنید. برای ما فرق ندارد، ما برای آزادی و آبادی وطن مبارزه میبریم، جان میدهیم. شما امروز میگویید که وطن آباد است، مگر در وطن آباد در مرکز پایتخت دختران را میدوزدند؟ امروز میگویید که محله ها منفرد شد، یا امروز میگویید که ما چهار درخت چینانیدیم ولی مردم نانش را قرض کرده میخورد؟ شما کارخانه کشاید، زواد کشاید، فابریکه کشاید که من روم کار کنم، زندگی کنم. اون زواد و فابریکه هایی که بود اقلا همان را برقرار کنید، ولی شما همان را هم نابود ساختید. همانی که از دوران شوروی باقی ماندگی بود خواجه اتان رحمانوف آهن پاره کرد. این حاضر احوال میبینید، ما از مجبوری برآمدیم حرف میزنیم. میخواهید که شهروندان تاجیکستان به وطن برگردند؟ مردم امروز در فرودگاه ها با قیمت 70,000 روبل از خود شما چیپته پرواز گرفتگی هستند، ولی انتظار هستند در فرودگاه ها، هفته ها، ماه ها خواب هستند. نمیبرید، مگر آنها انسان نیستند؟ آنها شهروند تاجیکستان نیستند؟ چی مشکلی دارید که هر کسی که صدا بلند کرد او را میگوید که بیا حبس میکنید؟ اگر مثل من رفتنش در وطن میخواهید، ما داریم، در زندان های شما هستند. مقصود ابراهیموف هستند، او را آزاد کنید، گردد در وطن، آزاد آباد است. کو شما ناخلف ها، مکار ها، همین را بدانید که من اصلا به شما تسلیم نمیشوم. این ایده و آزادی خواهیه که من در سرم دارم اصلا این را از من گرفته نمیتوانید. حتی زمانی که من در درون در خدمت شما بودم، دست و پای من مثل زنجیر بستگی بود. هر جا میرفتم چستم، هر جا میرفتم شگدزم، سفارایی، شب و روز. لیکن آن ایمان من همیشه در قلب من جوش میزد، به امام و اشاره هم نماز میخوندم و همیشه مردم را به آزادی و آزاده بودن دعوت میکردم. خیلی که شاعر میفرماید: جنونی سرکشم تابع نشد به غلغلی زنجی. این ایده و آزادی خواهی من مثل یک جنونی سرکشی است که هرگز به شما و به آن غلغله زنجیر شما هم تابع نمی شود. شما فقط دست و پای ما را زنجیر می زنید، اما این فکر ما همیشه انکشاف می یابد. شما یک نفر ما را گیرید، به جای آن 10 نفر پیدا می شود. این است راه حقیقت. این کوشش های شما بیفایده است، مگرم ما دوباره نیرو می گیریم، ما با قوتتر می شویم و ما مبارزه می بریم. و خود انا همین نوار را هم من اصلا کردنی نبودم، ولی شما مجبور کردید که امروز من نوار کردم.
دیدید مبارزه من قوی تر شد و تا امروز اگر شما از طرف من یک مشت میخوردید، انا اکنون با این عمل و رفتارتان مردم آگاه میشوند، بیدار میشوند. 10 مشت میزنند بر سر شما لعنتی ها و من با استفاده از فرصت مناسب با همه هموطنان گفتنی هستم که دیگر جای ترس نیست. برخیزید، آزاد حرف دلتان را زنید، آزاد باشید، دیگر از هیچ کس نترسید، حقیقت را حرف زنید. این حکومت استبدادی رحمانوف همیشه نابکار و عاجز است، دیگر به هیچ کار قدرت ندارد، حق را پوشانیده نمی تواند. فقط پدرهای ما و شما را مجبور می کند که بر ضد ما و شما حرف زنند. ولی اگر پدری من اگر با خواهش خودش هم حرف می زد، با خواهش خودش هم طرفداری از رحمانوف می کرد و او را پیشوا می گفت، این را بدانید که این دلالت به آن نمی کند که راه من خطا باشد. چه خیلی که امروز هر یکی ما و شما می بالیم و می فخریم که ملت کی هستیم؟ ملت ابراهیم هستیم. ابراهیم خلیل الله پدرش زید بود، پدرش خدمت آن همون طاغوت و نمرود را میکرد، پدرش بت میساخت. اما ابراهیم و پدرش سرکشی کرد و پدرش با همون بتش کافر شد و به خدایش ایمان آورد و آن بود امروز رحمانوف است. در همه جا مثل همون هیکل ها صورتش آویختگی است، چی در کوچه، چی در دفترهای کاری، چی در کتاب، حتی در حاجت خانه هم دیدیم. پروردگار این آیه های قرآنی را به ما و شما همچون یک پند آفریده است. این قصه های قرآنی برای عبرت ما و شما است. این ابراهیم یک مثال است. امروز هر یکی ما و شما می توانیم که ابراهیم بت‌شکن شویم. پروردگار به بت‌شکنی ما و شما نیاز ندارد. ما و شما با این عملمان جنت را برای خودمان می خریم. وقتی که پیروی پیغمبران نمی شوی، جنت از کجا؟ وقتی که در برابر ظلم دهان باز نمی کنی، وقتی که در برابر ظلم خب میکنی، این خودش یک ظلم است. بنابر همین ای مردم شرفمند تاجیکستان، امروز زمان آمد است که هر یکی ما و شما سرمان را برداریم و آن تاج آریایی خود را که قبلا خود را تاجدار مینامیدیم امروز دوباره برقرار کنیم. امروز ما غلامی غلام بودن را به پشت دست بزنیم و از حق و حقوق شهروندی و انسانی خود دفاع کنیم. من در آخر از همه شما خواهش میکنم که بیاید دوست باشیم، متحد باشیم، برادروار، زیر یک ایده آزادی خواهی سرجم شویم و این ظلم و خونخواری را شکست دهیم. با امید اتحاد و اتفاق و ظفر و خوشبختی بحری فردای وطن و بحری آزادی و سربلندی نسل آینده مبارزه میبریم تا آخر.